چی داره بهمون میگه؟ چند مورد ویژگی مشترک. نکته مهم، ویژگی مشترک. انواعی از تخمیر را نشان می‌دهد که در صنایع متفاوت از آنها بهره می‌بریم. بچه‌ها، در واقع شما دارید ویژگی مشترک بین تخمیر الکلی و لاکتیکی رو پیدا می‌کنید. یعنی بین تخمیر الکلی و لاکتیکی چه ویژگی مشترکی الان اینجا وجود داره؟ ما الان داریم دنبال اینا می‌ریم. در صنایع متفاوت داره میگه کاربرد تخمیر الکلیه رو چی گفته بود؟ گفته بود در برآمدن خمیر نون استفاده میشه، در تهیه نون ازش استفاده میکنیم از این تخمیر. لاکتیکی رو چی گفته بود؟ در تولید محصولات لبنی، در تولید خیارشور ازش استفاده میکنیم. خب پس وجه اشتراک بین تخمیر لاکتیکی الکلی میخوایم ببینیم چیه. و یادمون هم هست که تخمیر از خود گلوکوز تا ته، اگه الکلی باشه اتانول و اگر لاکتیکی باشه تا خود لاکتات هستش، یعنی گلیکولیز جزء تخمیره. بریم ببینیم چه خبر. الف، فعال سازی آنها با تبدیل آتپه به آدپه آغاز میشود. بله، طبق متن کتاب مرحله اول تخمیر گلیکولیزه. گلیکولیز هم برای انجام شدن عین متن کتابتونه نیاز داره به انرژی فعال سازی که در وهله اول با مصرف آتپه تامین میشه و جفت تخمیرا در واقع این اتفاق توشون میفته، پس این برای جفتشون صدق میکنه. بریم جمله ب. از ترکیب سه کربنی CO2 آزاد میشه. تو گلیکولیز که نداریم، توی تخمیر الکلی بله این اتفاق میفته، از پیروماد یه CO2 آزاد میشه، میشه استیل، بنیان استیل ایجاد میشه. پس این برای الکلیه درسته. بریم سراغ لاکتیکی. چیه لاکتیکی؟ ما آزاد شدن CO2 نداریم، پس این وجه اشتراک بین این دوتا نیست. بریم جمله جیم. پیروماد الکترون های NAD هاش را میگیرد. اینم فقط جزء ویژگی های تخمیر لاکتیکی هستش. توی تخمیر لاکتیکی هستش که پیروماد مستقیما الکترون های NAD هاش رو میگیره، کاهش پیدا میکنه و میشه لاکتات و NAD مثبت بازسازی میشه. ولی توی تخمیر الکلی از این خبرا نیست. پس وجه اشتراکشون نمیتونه باشه. توی جمله دال، با ایجاد ترکیبی دو کربنی به پایان میرسن. توی تخمیر لاکتیکی همونطور که میدونیم لاکتاتی که داره تولید میشه ترکیب سه کربنیه. اون تخمیر الکلی است که اتانول تولید میشه ترش و اونم یک ترکیب دو کربنیه. پس این هم وجه اشتراکشون نیست و فقط الف وجه اشتراکشونه. پس جواب ما میشه گزینه یک.